سرخط خبرها. ثبت بیشترین موارد روزانه ابتلا به کرونا در جهان. ترامپ جنگ لفظی با چین را تشدید کرد. یک ماه بعد از اعلام وزیر خارجه آمریکا برای کاهش کمک مالی به افغانستان، رویترز میگوید پنتاگون بسته 1 میلیارد دلاری را تعلیق نکرده. جلیقه ضد گلوله و ماسک. افغان‌ها در دو جبهه هم با کرونا می‌جنگند هم با گروه‌های مسلح. و لحظه شماری ایتالیا برای بازگشایی مرزها. اقتصاد کرونا زده دریاچه کومو چشم به راه گردشگران. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. آمار موارد جدید ابتلا به کرونا در جهان طی شبانه روز گذشته 106,000 نفر بوده که بیشترین افزایش روزانه را از زمان آغاز شیوع این ویروس نشان می‌دهد. حالا شمار کل مبتلایانی که در جهان شناسایی شدند از 5 میلیون نفر گذشته. نزدیک به 1/3 آنها در آمریکا هستند، کشوری که دولتش درگیری یک جنگ لفظی ادامه دار با چین است. دونالد ترامپ دولت چین را متهم کرده که با سوء مدیریت ویروس کرونا مرتکب قتل عام در سطح جهانی شده. همزمان با این جنگ لفظی میلیون ها شهروند عادی در هند که درگیر یک طوفان سهمگین شدند، نگرانند در مناطقی اسکان داده شوند که محل نگهداری از مبتلایان آلوده به ویروس کرونا است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. دور جدید مجلس چین در میانه یکی از بحرانی ترین دوران تاریخ معاصرش امروز افتتاح شد. دستور کار اول: 2 دقیقه سکوت به یاد جانباختگان کرونا. مصوبات زیادی در دستور کار این مجلس است که اگر قانون شوند زندگی در چین را دگرگون می کند. اما امروز مهمترین قانون در شهر ووهان به اجرا درآمد. این بازار ووهان که محل خرید و فروش حیوانات وحشی بود تا 5 سال آینده تعطیل باقی می ماند. خبری خوب نه فقط برای ایمنی بشریت، بلکه برای صدها گونه وحشی که به اسارت بشر در می آیند تا فروخته و خورده شوند یا برای نیازهای کاذب سلاخی شوند. هنوز روشن نیست دقیقاً کدام گونه وحشی باعث جهش ویروس کرونا به بدن انسان شد، ولی یک چیز روشن است: ظهور این ویروس نتیجه رفتار بشر با طبیعت است. هنوز نمی دونیم کدام گونه منشأ ویروس کرونا بوده. شاید هیچ وقت هم نفهمیم، اما این رو میدونیم که نگهداری تعداد زیادی گونه های وحشی در شرایط غیر بهداشتی و متراکم فرصت رو برای جهش از گونه ای حتی به انسان فراهم میکنه. ویروس های خطرناک برای انسان ها فقط از گونه های وحشی سر بر نمی آورند. آن گونه که منشأ ویروس سارس حیوانات اهلی بودند. اما فعلا ممنوعیت شکار و خوردن حیوانات وحشی در ووهان خبری نیست که کمکی به روابط چین با آمریکا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جنگ لفظیش با چین این کشور را متهم کرد که با بیکفایتی مرتکب یک قتل عام گسترده جهانی شده. اگر عبارت قتل عام گسترده جهانی کافی نبود که حال و هوای روابط این دو کشور را نشان دهد، دونالد ترامپ گفته های سخنگوی دولت چین را هم احمقانه خواند. دعواهای سیاستمداران در حالی خبرساز می شود که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در دنیا از مرز 5 میلیون نفر گذشته. این رقم رسمی است. رقم واقعی به مراتب بیشتر است. 2/3 مبتلایان از 4 کشور اول آلوده به ویروس کرونا هستند: آمریکا، روسیه، برزیل و بریتانیا. با این حال نگاه ها امروز به هند و بنگلادش است که در کنار شیوع خزنده ویروس کرونا درگیر طوفانی سهمگین شدند که در 50 سال گذشته سابقه نداشته. مشکل تخلیه 5 میلیون نفری نیست که در مسیر طوفان قرار دارند، بلکه مشکل اسکان آنها در مراکزی است که از مبتلایان به کرونا نگهداری می کنند. هرچند دنیا عوض می شود، اما خشم طبیعت همچنان پابرجاست. در ایران هم خیلی چیزها عوض شده، هرچند نفرت حکومتش از اسرائیل تغییری نکرده، اما شدت تغییرات به حدی بوده که برخلاف همیشه امسال راهپیمایی روز قدس برگزار نمی شود.
حتی با خودروهایی که قرار بود سپاه پاسداران در تهران به شکل نمادین به حرکت درآورد. به جای آن تلویزیون ایران میکوشد با فضاسازی و تبلیغات جبران کند. ویروسی ظهور کرد که پایه‌بست. تبلیغاتی با این مضمون که اسرائیل از ویروس کرونا هم خطرناکتر است. ویروس رژیم صهیونیستی 100 برابر بالاتر از ویروس کرونا. قصاری که شاید به کار حکومت بیاید. اما آنچه به کار شهروندان ایرانی میآید همان لغو مراسم روز قدس است که اگر برگزار میشد می توانست خطر ویروس کرونا را دوچندان کند. سیاوش اردلان، BBC. و سیاوش اردلان اینجا در استودیو با ماست. امروز خبرهای جالب و همزمان خوب بدی داره از چین میاد. از جمله اینکه یکی از مناطق شمالی چین که 108 میلیون نفر جمعیت داره دوباره قراره که بره زیر قرنطینه. سیاوش، آره، منطقه هستش به اسم جیلین در شمال چین که به طور ناگهانی مواجه شد با بسته شدن مدارس و توقف فعالیت وسایل نقلیه و احتمال داره که کل شهر به حالت قرنطینه در بیاد. این بعد از این اتفاق افتاد که طی دو روز گذشته 130 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا و 3 جان باخته رو در اون شهر مشاهده کردن. ما داریم راجع به یه شهر 108 میلیون نفری صحبت می‌کنیم. قطعاً این موج اول نیست که به شدت اون سری اولی باشه که ما دیدیم ویروس کرونا در ووهان شیوع پیدا کرد، اما بیشک یک موج دومی هستش که برخورد چین باهاش میتونه برای کشورهای دیگه هم الگو باشه، مخصوصا در چنین زمانی که الان چین زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی هستش به خاطر نحوه مدیریت کرونا. بنابراین منطقه جیلین با 108 میلیون نفر جمعیت یک کارزار دشواری خواهد بود برای مقامات چینی اگه بخوان قرنطینه کامل رو اجرا کنن. در کنار این خبر منده که در شهر ووهان که منشأ کرونا بوده خریدن و خوردن حیوانات وحشی کاملا ممنوع شده. این چقدر اهمیت داره؟ خیلی اهمیت داره برای اینکه رفتن سراغ پدیده‌ای که به هر حال آغازگر تمام این گرفتاری‌ها بود. ما دقیقاً نمی‌دونیم کدوم ویروس منشأ کرونا بوده، نمی‌دونیم که کدوم ویروس باعث جهش کرونا از خفاش‌ها به انسان‌ها شدن، ولی می‌دونیم یکی از این صدها گونه‌ای بوده که در این بازارهای حیات وحش ووهان به فروش می‌رسیدند. حالا اینها بازارها رو بعد از یک دوره تعطیلی موقت گفتن برای 5 سال خواهند بست. حالا شاید بپرسین که چرا زودتر این کارو نکردن. این سوالیه که همه فعالان محیط زیست و حیات وحش دارن و دانشمندان هم سالها دارن توصیه میکنن. مسئله اجتماعی و اقتصادی هستش. همزمان با همین قانون ممنوعیت شکار و خوردن حیوانات وحشی دارن سعی میکنن دولت چین که از تمام پرورش دهندگان حیات وحش حیوانات وحشی اینها رو بخرن. نزدیک به 2300 مرکز در خود منطقه ووهان فقط دارن با مجوز فعالیت میکنن، حیوانات وحشی رو اونجا پرورش میدن. خریدن تمام این حیوانات وحشی از اون آدم ها که از این راه دارن امرار معاش میکنن و فرستادن اونها به یه شغل دیگه کار دشواری هستش، اما به هر حال اگه بخوان مسئله رو باش برخورد کنن بعد از اینجا شروع بکنن. لازمه بگم که این قانون از یک سری محدودیت هایی هم داره، فقط محدودیتش پرورش و شکار حیات وحش برای خوردن هست، نه برای مصارف دیگه، مثلا زیورالات که باعث تقریبا انقراض نسل فیل‌ها و کرگدن‌ها در آفریقا شد که قاچاق میشن به هند، و یا اون مزارع وحشتناک پرورش خرس که مایه صفرای اونها رو به خاطر اون چیزی که فکر میکنن مصارف دارویی هست در میارن. اونها هنوز اجازه فعالیت خواهند داشت. و اینم لازمه حتما بگم که این یک پدیده ای نیست که در سراسر جامعه چین شایع هست. ما داریم راجع به حداکثر 1 یا 2% جمعیت چین صحبت میکنیم که از گوشت حیات وحش تغذیه میکنن، ولی اکثریت مردم چین همون حیوانات اهلی رو میخورن که همه ما استفاده میکنن. متشکرم از سیاوش اردلان. خبرگزاری رویترز گزارش داده وزارت دفاع آمریکا 1 میلیارد دلار کمکش به نیروهای امنیتی افغانستان را قطع نکرده. دولت افغانستان تا به حال در این مورد رسما چیزی نگفته. حدود 1 ماه پیش وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود این کمک را به خاطر ادامه تنش میان اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین دولت افغانستان قطع خواهد کرد. این دو اوایل همین هفته برای تقسیم قدرت به توافق رسیدند. برای صحبت بیشتر در این باره مهدی عارفی استاد روابط بین الملل در دانشگاه کابل از همین شهر با ما هستند. آقای عارفی، چقدر به نظر میاد که این بحرانی که بین آقای عبدالله و اشرف غنی پیش آمده با تقسیم قدرت، توافقی که بر سر تقسیم قدرت برش رسیدند، ممکن حل بشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم.
خب بستگی این سوال که شما مطرح کردید بستگی به نحوه پایبندی و تعهد دو طرف به خصوص جناب آقای اشرف غنی دارد. دوره قبلی هم تعهد بین این دو طرف منعقد شده بود، منتها آقای اشرف غنی مهمترین انتقادی که بین وارد بود این بود که به مفاد او توافقنامه‌ای که با آقای عبدالله امضا کردن پایبند نبوده. بستگی به این دارد که چه اندازه پایبندی نشان میدن به این توافقنامه دیگه. بر اساس آن چیزی که از گذشته اینا قابل مشاهده هست تلاش میکنن که تا جای ممکن همدیگر را کنترل بکنن، همدیگر را محدود بکنن. فکر میکنید که آمریکا تا چه اندازه برای رسیدن به این توافق مؤثر بوده، مخصوصا اینکه به هر حال وزارت دفاع آمریکا گفت که 1 میلیارد دلار کمکش رو قطع خواهد کرد؟ آمریکا خب او زمان گفت که قطع میکنه و به حالت قطعی و یقینی خبر اعلام کرد و حتی آقای اشرف غنی هم بعد از او اعلام کرد که کمک های آمریکا خیلی تاثیر گسترده‌ای، تاثیر مستقیمی بر بخش های حیاتی حکومت در افغانستان نداره و به دنبال راه حل های جایگزین هم بود. فکر میکنم بیشتر از اینکه فشار آمریکا مفید بوده باشه برای اینکه این دو طرف به توافق دست پیدا کردن این است که خب آقای غنی آگاه هست نسبت به جامعه افغانستان و نفوذی که تیم آقای عبدالله داشتن در سطح جامعه و چالش هایی که میتونستن برای آقای غنی ایجاد بکنن. از یک آقای غنی نمیتونست بفهمید. آقای غنی نمیدونست که خودش در مقابل یک بخش عمده ای از جامعه و کشور افغانستان قرار بده. حتما میدانیم که او سران و رهبران و کلان هایی که در اطراف آقای عبدالله گرد آمده بودند بخش عمده ای از جامعه افغانستان شکل میدند و بخش حمایت بخش عمده ای از جامعه افغانستان پشت سر خودشان داشتند. آقای غنی نمیتونست خود در مقابل این حجم عظیم از رهبران و جامعه افغانستان قرار بده. الان بحران عمیق‌تر از این حرف است. از یک طرف می‌بینیم که آقای اشرف غنی با عبدالله رئیس اجرای پیشین دولت افغانستان چنین مشکلی داره و از طرف دیگه پروسه صلح با طالبان دچار ابهام شده یک بار دیگه، با وجود اینکه در اتفاق اخیر آمریکا گفت که داعش مسئول این حمله است، افغانستان همچنان معتقده که این مسئولیت این حمله به عهده طالبان بوده و این خیلی اوضاع رو بیشتر از قبل بغرنج میکنه. معمولا بغرنجی و وخیم بودن شرایط از بیرون شدتش بیشتر به نظر میرسه تا شرایطی که ما در درون کشور و جامعه افغانستان هستیم. اون نکته که شما در مورد نوع تعامل آقای اشرف غنی و آقای عبدالله گفتید، خب فعلا به یک توافق رسیدند و هر دو طرف هم به میزانی از عقلانیت برخوردار هستند که تنش‌ها رو بیشتر نکنند، روابط خودشون رو حفظ بکنند و شرایط کشور به سمت بی‌ثباتی بیشتر نبرند. از اون سمت خیلی نگرانی جدی متوجه کشور افغانستان نیست. این نکته دوم شما که آمریکا میگه که حوادث روزهای اخیر افغانستان مربوط به گروه داعش بوده و نه طالبان، خب میخواهد که او توافقی که با گروه طالبان امضا کرده به چالش کشیده نشود. اگر بپذیرد که طالبان مسئولیت این حمله هایی که به شدت بی سابقه بودند، که به زایشگاه حمله شود و کودکان اطفال نوزادان معصوم به قتل برسند، شاید بی سابقه بود در تاریخ افغانستان یا شاید تاریخ تمام فعالیت های تروریستی، اگر این را به رسمیت بشناسد، خب خودش زیر سوال میرد که حالا در مقابل گروهی که اینگونه فعالیت میکند چه واکنشی میخواد نشان بده. فکر میکنم که یک مقدار بازی روانی آمریکا بود که بحث داعش بود. متشکرم از شما مهدی عارفی، استاد دانشگاه در کابل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. سازمان بهداشت جهانی میگوید در 24 ساعت گذشته با شناسایی بیش از 106 هزار بیمار جدید بیشترین موارد روزانه ابتلا به ویروس کرونا در جهان ثبت شده. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در واشنگتن میگوید با گذشت یک ماه از تهدید وزیر خارجه آمریکا، پنتاگون هنوز کمک 1 میلیارد دلاری به تشکیلات امنیتی افغانستان را قطع نکرده. در ادامه برنامه، 2 هفته مانده به بازگشایی مرزها، اقامتگاه ثروتمندان در ایتالیا حالا چشمش به دست گردشگران از راه نرسیده است.
در افغانستان سازمان ملل هشدار داده تلفات انسانی رو به افزایش است، هم از طرف طالبان هم از طرف نیروهای دولتی. در همین حال کرونا همچنان در حال گسترش است و عده زیادی ممکن است نه به علت بیماری بلکه از گرسنگی بمیرند. این خطر هست که تا رسیدن به اوج بیماری هفته ها مانده باشد. لیز دوست گزارش می‌دهد. نبردی در دو جبهه. هفته گذشته همزمان با مبارزه با ویروس کرونا، بیمارستانی در کابل هدف حمله قرار گرفت. دوره جلیقه ضد گلوله و ماسک است. تلاش می‌کنند از خودشان در مقابل دشمن جدید محافظت کنند. با پزشکانی در سراسر کشور صحبت کردیم. لوازم محافظت شخصی کافی وجود ندارد. پزشکی در کابل که بعد از ابتلا به کرونا و درمان سر کارش بازگشته، نمی‌خواست هویتش فاش شود. بحران بزرگه؟ بحران بزرگیه. این هفته سه پزشک خوب رو به خاطر کرونا از دست دادیم. با بیمارانی تماس داشتن که احتمالاً کرونا گرفته بودن. علت مرگشون اینه که وسایل محافظتی کافی وجود نداره. متاسفانه دیروز از بین ما رفتن. این خانه در عزاست. بهترین برادرش رو که یک تاجر بود از دست داده. همینطور خواهرش گلکومار و برادر دیگرش یوسف که پزشک بود. اولین کسی که کرونا در او تشخیص داده شد. توسط نظامی که تمام کشور را ناامید کرده. خب ما که کل فامیل ما معاینه کردیم، ما برش گفتیم که او ظالم. خود تو خو اگر مثبت بود خیر یک دور پا افغانیت مصرف می شد، یک زنگ می زدی که ما پیش از پیش تدابیر خود به برادر خود می گرفتیم که یا قرنطین می شد یا ویتامین سی برش می دادیم. شما چرا زنگ نزنی؟ خب گمش که میگه از ما اشتباه شده خیر است. خب از اوگا پای شام تیر. باز از این تقریبا 13 روز گذشت. او عصبانیتش را در فیسبوک منتشر کرد. از مسئولان ارشدی گفت که نتوانسته بودند به او کمک کنند. دولت میگوید هر کاری از دستش برمی آید انجام میدهد. اونها درست میگن. مردم به خاطر نبود تجهیزات آزمایش مردن. زیرساخت‌های بهداشتی ما برای مواجهه با بیماری‌هایی مثل کرونا طراحی نشده. این ما رو در بحبوحه خشونت و جنگ غافلگیر کرد. قرنطینه هست اما نشدید. در کشوری که میلیون‌ها نفر به نان شبشان محتاجند، گرسنگی تهدید کشنده تر است. بسیاری همین حال آسیب دیدند. این مرد میگوید از کرونا نمی ترسد ولی از گرسنگی وحشت دارد. میگوید کرونا آنها را نمی کشد اما قطعا از گرسنگی خواهند مرد. در بعضی از مساجد در ماه رمضان فاصله ایمنی را رعایت می کنند. در بعضی دیگر معتقدند که تنها خدا می تواند آنها را در مقابل دشمنانشان محافظت کند. این دشمن نامرئی همین حالا در کشور همسایه اینجا ایران در حال گسترش است. کانون شیوع ویروس در منطقه. اما آزمایش کافی برای تشخیص وجود ندارد. در این بیمارستان نزدیک به خطوط مقدم طالبان جنگ قدیمی هنوز بیشترین قربانی را می‌گیرد. پزشکان قربانیان خشونت‌ها را درمان می‌کنند. انتظار می‌رود که تا اوج شیوع کرونا هفته‌ها مانده باشد. بسیاری نگرانند که روزگار بدتری از راه برسد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا علیه مقام‌های جمهوری اسلامی این کار را بی حاصل، تکراری و از روی ضعف خواند. عباس موسوی گفت این اقدام نشانه ناکارآمدی کامل تحریم‌های گذشته آمریکا است. وزارت دارایی آمریکا دیروز 12 شخص و نهاد ایرانی را به عنوان ناقضان حقوق بشر تحریم کرد. از جمله عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی، چند مقام پلیس و سپاه پاسداران و زندان‌های فشافویه و قرچک برامین. بحران کرونا صادرات محصولات کشورهای کشاورزی ایران را به شدت محدود کرده. به گفته یک مقام اتاق تعاون ایران، دست کم 150 هزار تن پسته صادراتی روی دست کشاورزان مانده. او همچنین گفته 100 کانتینر پسته صادراتی در آب‌های هنگ کنگ مانده و اجازه ترخیص به آن داده نشده. به علت شیوع کرونا مصرف داخلی پسته کم شده و بازارهای جهانی هم موقتاً درهایشان را بستند. وزیر نیروی ایران میگوید بارش‌های خوب امسال موجب شده تا 50 تالاب اصلی، یعنی یک سوم کل تالاب‌های این کشور، از 40 تا 100 درصد آبگیری شوند. رضا اردکانیان گفته در این مدت حدود 300 میلی‌متر باران باریده که در مقایسه با 50 سال اخیر چهارمین سال پربارش در ایران بوده. در سال‌های گذشته خشکسالی به مشکل بزرگی برای ایران تبدیل شده.
برای اولین بار در جهان پزشکان ژاپنی موفق شدند سلول‌های بنیادی جنینی را به یک نوزاد مبتلا به بیماری کبد پیوند بزنند. این نوزاد به نقص چرخی عور مبتلا بود که اختلالی ناشی از کمبود آنزیم‌های لازم برای تجزیه آمونیاک است. تنها راه درمان این بیماری پیوند کبد است، اما نوزادان برای چنین عملی خیلی کوچک و ضعیفند. پژوهشگران مرکز ملی سلامت و رشد کودکان در ژاپن میگویند آن نوزاد با استفاده از سلول‌های بنیادی میتواند تا 6 ماه دیگر که پیوند کبد رویش انجام خواهد گرفت زنده بماند. در ایتالیا رستوران‌ها، میخانه‌ها و سواحل کمتر از 2 هفته دیگر بازگشایی می‌شوند، همینطور فرودگاه‌ها. ایتالیا امیدوار است با باز شدن مرزها و رونق گردشگری بخشی از صدمه اقتصادی ناشی از کرونا را جبران کند. دریچه کومو در منطقه لومباردی در شمال ایتالیا یکی از جاذبه‌های گردشگری مهم این کشور است. مارک لوون از وضعیت این منطقه گزارش می‌دهد. وضعیت ایده‌آل نیست، حداقل فعلا. دریاچه کومو در سکوت به سر می‌برد. ایتالیا امیدوار است تا 2 هفته دیگر بتواند گردشگری را از سر بگیرد. برای همین محدودیت مسافرت برای شهروندان اروپا و قرنطینه کشور را لغو کرده. آرامش این منطقه فوق‌العاده است، اما اقتصادش به شدت صدمه دیده. دریاچه کومو نزدیک بود رکورد گردشگریش را بشکند. ویلای جورج کلونی توریست‌های زیادی را به اینجا کشانده بود. اما کرونا منطقه لومباردی ایتالیا را به شدت تحت تاثیر قرار داد. لوکا لیونی، مسئول گردشگری این منطقه میگوید همه توریست ها دست کم تا 2 ماه آینده سفرشان را لغو کردند. حالا هتل ها با تمدید فصل گردشگری قصد دارند جبران کنند. این یعنی هتل لوکا دست کم تا ژانویه باز است. توریست های بریتانیایی اولین گردشگرانی بودند که اواخر قرن 18 به این دریاچه اومدن. دوباره آماده ایم تا از اونا پذیرایی کنیم. این برای ما فقط ارائه خدمات گردشگری نیست. ما دوست داریم احساسات و قلب و روحمون رو با اونا به اشتراک بذاریم. چون اونها گردشگری رو برای ما شروع کردن و ما میخوایم که اونها هر چه زودتر به اینجا برگردن. تجارت محلی به شدت به گردشگران نیاز دارد. امسال ایتالیا انتظار یک رکود دست کم 10% را دارد. ایتالیا قبل از بسیاری از کشورهای دیگه خودش رو قرنطینه کرد و حالا به سرعت داره درهاشو باز میکنه. تلاش میکنه که صنعت گردشگری و اقتصادش رو نجات بده. اما برقراری تعادل بین خوشامدگویی مجدد به گردشگران و جلوگیری از موج دوم همه‌گیری مسئله ای که فکر ایتالیا و کشورهای دیگر رو مشغول کرده. در این بازار محلی که امروز کارش را شروع کرده مشتری زیاد نیست. فروشندگان دلشان می‌خواهد کسب و کارشان رونق بگیرد، اما بازگشت کرونا را نمی‌خواهند. این زن می‌گوید فکر نمی‌کند توریست‌ها به این زودی‌ها برگردند. او از شیوع مجدد همه‌گیری نگران است. این مرد می‌گوید دولت ایتالیا اشتباه می‌کند. شمال کشور از همه جا بیشتر آسیب دیده. جنوب کمتر لطمه خورده. او می‌پرسد چرا دولت اول جنوب کشور را باز نمی‌کند؟ شاعران زیادی در مورد دریاچه کومو شعر سرودند. زیباییش آدم را شاعر می کند. اما شعر مخاطب هم می خواهد. مارک لوین، BBC نیوز، لیک کومو. طی 2-3 ماه گذشته همه در سراسر دنیا مجبور شدند به روش کاملا جدیدی برای کار و زندگی عادت کنند. اصطلاحات جدیدی مثل فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه شخصی هم به دایره واژگان اضافه شد و خیلی زود جا افتادند. در این میان آزادی ها و اطلاعات شخصی افراد هم مورد تهدید قرار گرفته. همچنین داشتن یا نداشتن مسئولیت در برابر ویروس کرونا میتونه افراد رو به سر کار برگردونه یا بیکار کنه. آنایتا شمس گزارش میده. دنیای غریبی دارد شکل می‌گیرد که خیلی شباهتی به دنیای قبل از شیوع ویروس کرونا ندارد. دنیایی با قوانینی ناآشنا. فاصله گذاری‌های اجتماعی، حرارت سنج‌ها، پر کردن پرسشنامه‌های سلامتی، فناوری‌هایی برای کمک به کارفرمایان برای بازگشت ایمن کسب و کارها. تمهیداتی که قرار بود موقتی برای کسب و کارهای اساسی مثل داروخانه ها و شرکت های غذایی اعمال شوند. اما حالا بیشتر کسب و کارها به دنبال فناوری هایی هستند که به آنها امکان بازگشایی بدهد. کارگران بندری در بلژیک قرار است با پوشیدن مچبندهای فاصله گذاری اجتماعی به سر کار برگردند.
این دستبندها هنگامی که به حدود 2 متری فرد دیگری می رسید شروع به ارتعاش می کند و هرچه نزدیکتر شوید این لرزش و چراغ‌های هشدار دهنده شدت بیشتری می گیرند. یکی دیگه از این فناوری‌ها حرارت سنج‌ها هستند. اینجا قبل از ورود به اداره با استفاده از فناوری مادون قرمز دمای بدن اندازه‌گیری میشه و اینجا در این مونیتور میتونین درجه حرارت بدن رو ببینیم. ولی پژوهشگران معتقدن خیلی از این ابزارها دقیق نیستن و نمیتونن ضامن یا گواهینامه‌ای برای سلامت افرادی باشن که به سر کار برمیگردن. بعضی کارشناسان بهداشت عمومی گفتند این ابزارها می توانند امنیت کاذب ایجاد کنند و ناخواسته بسیاری از افراد را در معرض خطر ابتلا قرار دهند. برای مثال دستگاه‌های غربالگری تب افرادی را که آلوده هستند ولی علائمی نشان نمی دهند تشخیص نمی دهند. از طرفی برای کسانی که دمای بدنشان به دلیل اضطراب و استرس بالاتر است دردسر ایجاد می کند. بعضی از اساتید حقوق و زیست شناسان هم هشدار دادند که ایده صدور گواهینامه ایمنی سیستمی طبقاتی برای اشتغال ایجاد می کند. داشتن پادتن ویروس کرونا در بدن افراد ممکن است به زودی عامل تعیین کننده برای برگشتن به سر کار باشد. این یعنی افرادی که هرگز در معرض ابتلا قرار نگرفتند از بازار کار خارج می شوند. که به نظر کارشناسان نظامی ناعادلانه را ایجاد می کند. در اختیار گذاشتن جزئیات اطلاعات بهداشتی و ردیابی افراد مثل فناوری تشخیص چهره از دیگر راه‌ها برای ایمن کردن محل کار است. مخالفان این فناوری می گویند نقص حریم خصوصی را پذیرفتند. اما باید مطمئن شوند که پس از اتمام شیوع ویروس و بحران این دسترسی به شکل یک اصل برای دولت‌ها باقی نمی‌ماند، مثل چین که از فناوری تشخیص چهره برای پایش و کنترل اجتماعی استفاده می‌کند. اما همه چیز به این ترخی هم نیست. خلاقیت‌های بعضی برای فاصله گذاری اجتماعی در رستوران‌ها و کافی شاپ‌ها سختی این دوری‌ها و بحران را هر چند برای ساعتی کمرنگ کرده است. آناهیتا شمس، بی بی سی. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.